همراه بشیم با رضا طالبی، روزنامه‌نگار از استانبول. آقای طالبی، به نظر میاد که فرانسه داره مدام سعی میکنه که فشارها رو بر ایران افزایش بده. تغییر رویکرد دولت فرانسه رو شما از چه جهت میبینید؟ سلام و عرض ادب. به نظر من تغییر دولت فرانسه بیشتر مربوط به تغییر رویه دولت اسرائیل در قبال جنگ اوکراین هست. آنچه که مشخص است، اسرائیل به عنوان یکی از نیروهای نظامی مطرح و بزرگی که کماکان در جنگ اوکراین وارد میدان و همکاری با اروپا نشده، با استفاده از اهرم جمهوری اسلامی ایران تلاش داره که به نوعی تلاش بکنه که فرانسه و سایر کشورهای اروپایی رو در کنار خود مقابل جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازوی نظامی و کمکی روسیه قرار بده و بدین طریق بتواند که کمکی هم از لحاظ نظامی و تسلیحاتی به اوکراین انجام بده. فضایی که امروز هول هوش کشور و جمهوری اسلامی ایران هست پس از اعتراضات و همچنین یک اجماعی که در منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده و به نوعی در ارتباط هست با رابطه تنگاتنگ داره با حملات کجدار مریض اسرائیل به درون ایران، چه از لحاظ هستی و چه از لحاظ فردی، به نوعی این همکاری و نزدیک شدن اسرائیل و اروپا رو نشون میده که حاکی از این هست که جدای از اسرائیل و اروپا و ترویکای اروپایی، کشورهای منطقه هم در یک دیپلماسی بسیار فشرده بین کشورهای غربی قرار هست که تلاش بکنن که اجماعی رو حتی اگر منجر به یک حمله نظامی هم نشه علیه جمهوری اسلامی ایران در بحث انزوا قرار دادن این جمهوری برای فشار اقتصادی و همچنین شکسته شدن اهرم سرکوب اون یک اجماع مشترک رو ما می‌بینیم که تاکنون نبوده و مرکزیت این اجماع کماکان اسرائیل هست که با وجود اومدن دولت جدید آقای نتانیاهو رو ما داریم که بیشتر و بیشتر می‌بینیم. آقای طالبی، مکرون گفته که توسعه پرشتاب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عواقب داره برای جمهوری اسلامی. منظورش از این عواقب چیه؟ ببینید، فرانسه در کنار سایر کشور خب جزء ترویکای اروپایی است و اینها یک اهرمی به نام مکانیزم ماشه دارن که کماکان استفاده نکرده. همچنین جمهوری اسلامی هم متاسفانه علارغم تفسیرهای مختلفی که در مورد آژانس هست بین اروپا و خود جمهوری اسلامی، این مسئله رو جدی نگرفت. همین بحث آقای سعید جلیلی و آقای کنی هم در این موضوع است. اگر این مکانیزم در راستای ارسال تسلیحاتی سلاح، یعنی ارسال سلاح جمهوری اسلامی و کمکش به روسیه در جنگ اوکراین رو ما در نظر بگیریم و استفاده بکنن از این مسئله که بسیار هم خطرناک است و ایران ذیل فصل منشور 7 سازمان ملل متحد و ماده 41 و 42 قرار بگیره، دیگر این اجماع یک اجماع درخواستی نیست، بلکه سازمان ملل متحد در کنار شورای امنیت تمامی کشورها رو در کنار مقابله با ایران به عنوان یک تهدید جهانی قرار خواهد.